با درود به شما همیهنان عزیز، ایرج فاطمی هستم و یک بار دیگه افتخار اینو دارم که برنامه آنسوی خبر رو تقدیم حضورتون کنم. امروز جهان به نظر میرسه ناآرام تر از دیروز باشه و فردا اینگونه پیداست که در بخش های از این جهان اوضاع بسیار پیچیده خواهد. بخشی از مردم جهان می کوشند تا حقیقت هستی را دریابند. در جهان ما به گفته بسیاری از کارشناسان از نظرگاه تحولات فنی، تکنولوژی، اجتماعی و نوعیزیست بشر در 50 سال گذشته به اندازه تاریخ همه بشریت پیشرفت کرده است. هر روز پرده ابهامی از کائنات بالا می رود و مسائلی روشن می شود، اما هر پرده‌ای که بالا می رود سؤالهای تازه‌ای را در ذهن به وجود می آورد. براستی ما در کجای این جهان ایستادیم؟ من در هر برنامه سعی خواهم کرد از آخرین تحولات و کشف سیارات و کهکشانها با شما سخن داشته باشم. با تو هم میهن عزیز، با تو هم میهن گرامی، چرا که تو پس از دیدن این تحولات بدون شک به تفکر مینشینی و راجع به هستی فکر میکنی و بعد بلا فاصله نقبی خواهی زد به زندگی کنونی خودت، به خرافاتی که مثل سیل آخوندها روانه همه منزلها و مدارس و همه جاهای اجتماعی کردند. از خود سوال میکنی که ما کجا هستیم و جهان و علم به کجا دارد میرود. این روزها تصاویر شگفت‌انگیزی از سیاه چاله ها از طرف سازمان ناسا، سازمان فضایی آمریکا منتشر شده است. سیاه‌چاله‌ها در فضا وجود دارند و اینها قدرت کششی دارند به قدری زیادی که حتی نور رو میتونن ببلعن. الان در این عکس شما این رو کاملا میبینید. این توان فوق‌العاده علت فشرده شدن حجم بزرگی از ماده در فضا که متراکم شده است. چنین عاملی میتونه ناشی از مرگ یک سیاره یا حتی مرگ یک کهکشان باشه. در حقیقت کاری که این سیاه چاله ها میکنند این هست که در نقش گورستان ستاره ها رو و کهکشان ها رو بازی میکنند، ولی هنوز نتونستن به اعماق این تاریکی ها برن ببینن که در آن سوی این تاریکی چه میگذره و چه اتفاقاتی میفته. میبینید تا کجاها رفتیم و بشر تا کجاها سیر میکنه؟ فکر کنید کجا هستید و فکر کنید خرافات و حرفهایی که آخوندها به شما میزنند تا کجا سطحش؟ به خودتون بیاین. وقتی به خودتون اومدید بدون شک زندگی بهتری خواهید داشت. می رویم و باز می گردیم. خب همیهنان عزیز، این روزها همه شما از گروگانگیری در استرالیا خبر دارین که این بارم سر و کله یک آخوند ایرانی پیدا شده. آخوند فقط در ایران و عراق و لبنان هستش.
این شخص که نام خودش رو به هارون مونس تغییر داده بود، گروگانگیری رو همین شخصی که الان شما با عباب عبامه اونو میبینید، این گروگانگیری و نحوه مبارزه با اون سوالات بسیاری رو مطرح کرده. از چند و چون خبرها و گزارش ها شما مطلع هستید، اما شما نگاه کنید برای دستگیری یه نفر گروگانگیر چگونه است که پلیس استرالیا، حالا میبینید در همین برنامه، با این همه مسلسل شلیک میکنه و تیر شلیک میکنه. مگر یه گردان آدم اون تو بودن؟ همین صحنه‌ای که حالا شما دارید میبینید. کارشناسا میگن در یک محل مسکونی، یک کافه‌ای که تعداد زیادی آدم در اونجاست، اصلا چگونه است که این رگبارهای بی‌محابای مسلسل زده میشه؟ سوالات زیادی رو به وجود آورده. اصلا خواست این گروگانگیر آخوند چی بوده؟ چی میخواسته؟ اصلا مطرح نکردن. به اعتقاد بنده شخصا با داده‌هایی که دارم، این شخص جاسوس تمام و عیار جمهوری اسلامی بوده، چرا که رژیم ولایت فقیه از این کارا زیاد انجام داده و میده. دیدین که بلافاصله بعد از مسئله دستاندرکاران جمهوری اسلامی هم فوراً اومدن و هر کدومشون یه اظهار نظری کردن دیگه. اینکه اون که متهم به جنایت، این آقای نقدیه که بازم خود هر آشه و میپره و حرفای بی ربطی میدنه که اون کلاهبردار بوده و از این حرفا، اون مرتکب جنایت شده و مرتکب تجاوز به عده بسیاری شده، چگونه است که راست داشته راه میرفته؟ بعد با قید ضمانت آزاد شده، چه کسانی از او حمایت میکردند؟ اون اسلحهش از کجا تهیه کرده بوده؟ چگونه بوده که اون از یک مان و ملال زیاد برخوردار بوده؟ چه کسی به چه کسی رشوه داده بوده؟ در چه سطحی که اینجوری راست را میرفته؟ اون زن خودشو با اتفاق همدستی زن جدیدش میکشه، جسدشو آتیش میدنه و بعد اینا همه معلوم میشه و ایشون با قید ضمانت آزاد میشه. اصلا این جنایتکار چجوری باید آزاد بشه؟ باید مسائل بزرگی پشت سر این خابیده باشه، چه پولهای هنگفتی باید پرداخت شده باشه تا او بتونه اینجوری آزاد بگرده؟ وضع مالی نسبتا خوبی داشته. البته اینایی که من دارم میگم بخشی از اینا رو دادستانی استرالیا هم مطرح کرده و هیچ پاسخی هم نشنیده، مثل ماها. جمهوری اسلامی فوراً میگه که او یک کلاهبردار بوده. آقایان، شما به قول خودتون که مو رو از ماست میکشید، جلوی این فوتبالیست و آن فوتبالیست رو میگیرید که آقا ممنوع خروجی چون مالیاتتون ندادی، حالا چطور جلوی کلاهبردار خیلی معروف رو نتونستین بگیرین؟ این چند حالت داره، یا مامورای شما از اون پول بزرگی گرفتن اون رو ردش کردن، یا اینکه نه، این از طرف خود شما به اونجا رفته. حتی سنی شدن اون جزئی از طرحهایی بوده که شما به اون دادین که اون چجوری نفوذ کنه در جماعت سنی ها. به هر حال اوضاع احوال بسیار درهم و برهمه. در ضمن باید گفته بشه که تلویزیون جمهوری اسلامی که این خبر رو پخش میکرد به هیچ وجه این جناب هارون رو با عباب و عمامه نشون نداد اصلا، چون گویا اینا از خودشونو میگن اینگه آبروی لباس ما رو میبره، البته اگه این لباس دیگه آبروی پیش مردم داشته باشه. حضرات بدجوری توی یک دایره چرخیدن و گیر کردن دیگه. اینکه همون که قبلا گفتم، سردار احمدی مقدم که قبلا دیدید این تصویر این نخود هر آش رو، فورا اومده و اتهام کلاهبرداری رو بکتده. همین آدم.
عرض کنم که شما به مقامات استرالیا میگه چیزی نگفتین، چرا اطلاع ندیدین که این کلاهبردار بوده، چرا نگفتین بهش، چرا حالا دارید میگید؟ اصلا همه اینا سوالات عجیب غریبیه که هرچی هم بریم جلوتر تعداد سوالها زیادتر میشه. اصولا معلوم نشد اصلا این برای چی گروگان گرفته بود. خود استرالیا معلوم آقا یه چیزی که گروگان میگیره یه خواسته ای داره، میگه آقا من خواستم اینی که مثلا یه هواپیما به من بدین برم، خواستم اینی که اینقدر پول به من بدید، خواستم اینی که فلان دیده را زندان آزاد کنید و و و و و. آقا این اصلا معلوم نشد برای چی بوده، اصلا نگفتن این چی میخواسته، چرا، چه چیزی پشت قضیه پنهانه، چه چیزی وجود داره که هنوز مقامات استرالیا هم هنوز به جواب نزدن. گویا این استرالیا هم یه دستی توی این کارا دارن. به هر حال من به هیچ وجه نمیتونم بپذیرم که اون همینجوری سر خود سرشو انداخته پایین رفته استرالیا پناهنده شده. یک روایت دیگری هست که میگوید ایشون رو دولت اسلامی فرستاده است به استرالیا برای نظارت بر ذبح گوسفندان به طریقه اسلامی. ایشون رفته است و در اونجا پناهنده شده به استرالیا. باز این با داده‌های دیگه خود جمهوری اسلامی و با داده‌های خود استرالیا هم نمیخونه، که اگه بود استرالیا میگفت بله این اومده این کارو بکنه، اومده پناهنده شده، در حالی که اصلا استرالیا اظهار نظری در این مورد نکرده. نقاط سوال بسیاری برای آدم باقی میمونه که بالاخره این چجوری بوده، چرا جسدش هم نشون ندادن وقتی که این مرده هستن، ما ندیدیم کسی رو که نشون بدن که آقا این جسد اینه، بالاخره اینو ما کشتیمش، اصلا اونم نشون ندادن. اینا چند نفر بودن اون تو معلوم نشد، هیچ چیزی مشخص نشد در این میون، هیاهوی بسیار برای هیچ تا الان معلوم نیست توی قضیه بعدن چی دارد، ولی من میدونم پشت این قضیه بسیار مسائل بزرگی نهفته است. می رویم و باز می گردیم. خب همیهنان عزیز، میدونین که مدت ها سپاه پاسداران به خصوص فرماندهان این سپاه در نیروی دریایی ماکت هایی رو به مردم نشون میدن، رجزخانی پشت رجزخانی میکنن که نیروی دریایی ما فلان است و ما میتونیم ظرف 50 ثانیه ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس رو نابود کنیم. هر که نداند فکر میکند که ناوگان آمریکا در خلیج فارس تشکیل شده از چند قایق و کشتی شکسته و چند هواپیما که قدیم ها به اون میگفتن چند قارقارک، اما مردم در اکثریت میدونن که این حرف ها رجزخانی مسئولان سپاه پاسداران و مسئولان سیاسی رژیم ولایت فقیه همش یک چیزهای هزیانگونه. البته اشتباه فکر نکنید و فورا این فکر به شما وجود نیاد که ای بابا این که داره جمهوری اسلامی رو اینجوری میکوبه و نیروی دریایی ما رو ضعیف جلوه میده، این امریکایی از امریکایی‌ها داره تعریف میکنه. نه، اینطوری نیست. من از خدا میخوام ایران، توجه کنید، ایران نه جمهوری اسلامی، دارای بزرگترین ناوگان نظامی در خلیج فارس باشه و تا آرزو میکنم که این نیرو انقدر قوی باشه تا در اقیانوس ها حضور مؤثر داشته باشه. اما واقعیت اینگونه نیست و سران سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی این لاف زدن ها را برای این میکنن که بگن آقا ما قوی هستیم و میتونیم مردم هم همونجوری سرکوب کنیم و کشورهای کوچیک خلیج فارس هم یه جوری بترسونن. همه دادار دودوری که اینا راه انداختن درست مثل این لات های سر گذرهای قدیم بودن که عربده بزنن و
حریف به طلبن و ولی وقتی که یه نفر میبینن با قدرت میاد فوراً راست و دولا میشن و جا میدنن و تعظیم میکنن بهش. این همه رو گفتم تا به این برسیم که آمریکایی ها آخرین پدیده فنی و علمی و نظامی خودشونو بر روی ناو بزرگی به نام USS پانس نصب کردن. این ناو را در خلیج فارس مستقر کردن و ما این ناو با سلاح لیزری آن بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر، دریادار گلاندر فرمانده تحقیقات نیروی دریایی آمریکا گفته که این سلاح 40 میلیون دلار هزینه برداشته و به عنوان نخستین سلاح در تاریخ که با توان انرژی مستقیم کار میکنه. گفتنی است که همونطوری که دارید میبینید فیلمشو، این سلاح در حال حاضر با توان 20 کیلووات کار میکنه. این ویدیو رو دارید همتون مشاهده میکنید که هواپیماهای بدون سرنشین و قایق‌های تندروی کوچک رو به طور دقیق و مؤثر هدف قرار میده و نابود میکنه. بیشتر تکیه روی اون قایق‌های تندرویی که جمهوری اسلامی درست کرده بود و چند تا توپ روش گذاشته بود و میگفت ما با این قایق‌های بسیار تندرو و سریع میریم و میزنیم به بدنه‌های این ناوها و ناوهای هواپیما رو از بین میبریم. از طرف دیگه روزنامه معتبر نیویورک تایمز می نویسه این سلاح که باعث سرعت نور با سرعت نور داره حرکت میکنه، قایق‌های تندرو و گشتنی هم هدف قرار میده که دیدید تو این فیلم. و من از کارگردان برنامه میخوام اگه باشه یه بار دیگه این فیلمو نشون بدین که جالبه قضیه که بیشتر متوجه بشن مردم که چه. مرسی، خیلی متشکرم. این گزارش میگه هر شلیک این سلاح چرا کمتر یک دلار قیمت داره. وقتی یک دونه شلیک میکنی یک دلار قیمتشه. چرا؟ و تا وقتی که به برق وصله مهماتش هم تمام ناشدنیه، یعنی اصلا این مهمات نمیخواد چون لیدره و با برق کار میکنه و با اشعه لیدر میدنه درست همون جایی که میخواد و داغون میکنه. حالا این برای اولین باره که یک همچین به اصطلاح اسلحه‌ای در ناوگان آمریکا در خلیج فارس میاد و مستقر میشه و نصب میشه و رو در روی ناوگان جمهوری اسلامی ایستاده. حالا باید دید که جمهوری اسلامی در پاسخ این مسئله چه خواهد گفت. حتما میگه ما یه چیزی داریم که امدادهای غیبی نمیدونم میان این اشعه رو تبدیل به ضد خودش میکنن، از این مهملاتی که همیشه سران جمهوری اسلامی در موقعی که وا میمونن میگن. شما اگر خیلی واقعا میتونید یه کاری کنید که قیمت نون مردم ارزون بشه، یه کاری کنید که مردم این همه گرفتار مسائل و مصائب اقتصادی خودشون نباشن. اگر شما خیلی میتونید خیلی یه کاری بکنید، حتی برای خودتون نمیتونید از این امامزاده‌هاتون معجزه بطلبید، ولی برای مردم هی میگید اینا معجزه کنن. به هر حال اوضاع بسیار بحرانی تر از این حرف هاست و روز به روز مثل که نیروهای متحد و به خصوص امریکایی ها مصمم تر هستن که جلوی یکتازی های جمهوری اسلامی رو به خصوص در منطقه بگیرن. می رویم و باز می گردیم. هر روزی که میگذره شاهد فاجعه پشت فاجعه هستیم. بر اساس گزارش های رسیده از سیستان و بلوچستان یکی از آثار تاریخی و برجسته شهر زابل، این نقشه ایران سیستان و بلوچستان هم دارید مشاهده میکنید و شهر زابل رو،
آتشکده کرکوی، آتشکده کم نظیر متعلق به دوران ساسانی که تا همکنون نیز بخشی از گچبری های زیبای آن باقی مونده در معرض انهدام کامل قرار داره. این آتشکده بر اساس سندهای ببینید چه به روزش آوردن، این آتشکده بر اساس سندهای تاریخی تا قرن 16 محلی بسیار مقدس برای معتقدین بی دین زرتشت بود و بسیار سرسبز و پر رونق و در حال حاضر در حال نابودی کامله. مردمان سیستان و بلوچستان به خصوص مردمان دلاور زابل زادگاه رستم فردوسی سخت نگران نابودی کامل این میراث گرانقدر خود هستند. فریاد رسی نیست، فریاد رسی باید بیاید. مسئله بسیار غم انگیز تر از این حرف هاست. همه آثار تاریخی را با قصد و نیت نابود می کنند و به نابودی می کشانند. اما از همه غم انگیز تر اینکه این جانوران حاکم متاسفانه کل کشور ایران را نشانه گرفتند و کشور ایران را دارند به نابودی می کشانند. این نمونه هایی که می بینید در ابعاد بسیار گستردش در حقیقت ایران ماست که اینگونه داره نابود میشه و از بین میره. اگر کاری نکنید ایران ما تا سالی دیگر یا سالهای دیگر شبیه این خرابه هایی خواهد شد که شما دارید میبینید. فریاد رسی باید. خب همیهنان عزیز، به نظر میرسی که برنامه من در این ساعت به پایان رسیده باشه. از همه شما سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید. یادآوری میکنم تمام برنامه های آنسوی خبر در یوتیوب به اسم ایرج فاطمی در یوتیوب که بزنید همه برنامه ها میاد و میتونید ملاحظه کنید اونو. با سپاس از علیرضا کارگردان برنامه، از همه شما سپاسگزاری میکنم و شما را به یزدان پاک میسپارم. یزدان نگهبان همه شما باشه.